وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق بازداشت و تلاش جلب مجبوری یک نورس 14 ساله را آغاز کرده است. حادثه 3 اکتبر در دوشنبه رخ داده است. بهادر میرزایف، پدر کیان میرزایف، به رادیو آزادی گفت که مرد از داخل ماشین 36 به نزدش خوانده خواسته است بازور را با ماشین شیناند. از ترس پسرم داد و فریاد میکند و صدایش تا 50-100 متر شنیده میشده است. سپس این نفران از وی حجت هایش را میپرسند. وی میگوید مگر خواننده صنف 8 باید با حجت هایش گردد؟ بعد پسرم گفته است که در صنف 8 مکتب 54 میخواند و این نفران سپس او را جواب دادند. از این رفتار ماموران کمیساریت حربی بهادر میرزایف به دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی شکایت برده است. در اینجا به رادیو آزادی گفتند که شکایت را گرفتند. حامیان حقوق میگویند شکایت ها از جلب مجبوری به ارتش امسال به آنها کمتر شده است. سال پیش شکایت کمتر هم بسیارتر بود. در موسم دعوت حاضره امسال این ایمی یکمی با شکایت که شما میکنه در مسئله ابلاغه یکمی با شده شده است. تو حاضر یکم چی به تشکیلات ما وارد مسئله ابلاغه تا یکم شکایت وارد نشده است. حقوق شناس شاکر جان حکیم میگوید ظاهران جلب غیرقانونی به ارتش و از راه کوچه داشتن و بردن جوانان به صف نیروهای مسلح ادامه دارد. با چنین خلاصه آمده ممکن است که دایره های معین و از جمله در زمینه منفعت های عمومی همین کار را نیز به یک نمودی بیزنس تبدیل دادند و غیر رسمی از کمیسریت حربی با نمایندگان مقامات مربوطه که در این انجام چنین کارهای غیر قانونی مساعدت میکنند شاید مبلغ یا دیگر چیز پرداخت شود. بهادر میرزایف میخواهد آنهایی که با پسر غیر قانونی رفتار کردند باید از آنها عذر پرسند. در تاجیکستان هر بهار و تیرماه موسم دعوت به صف ارتش است و به سبب اختیاری نرفتن به خدمت مقامات جوانان را غیر قانونی از کوچه و راه و بازار داشته به ارتش میبرند. سبب پرهیز جوانان از ارتش را هم بدرفتاری با سربازان نوآمده می دانند.